سلام جمعه 6 شهریور 94 28 آگوست 2015 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه نماینده کارگران زباهن اردبیل اعلام کرده که 300 کارگر این کارخانه بیکار شدند و بیش از 24 ماه حقوق طلبکار هستند به اضافه عیدی سالهای 92 و 93 معاون اجرایی آقای روحانی هم اعلام کرده که 420 هزار میلیارد تومن پروژه نیمه کاری دولت در سطح کشور هست که دولت توان تمام کردن اونها رو نداره و باید به بخش خصوصی واگذار بشه تا بلکه تمام بشه در حالی که البته بخش خصوصی هم توانی برای اجرا نداره و نفس اقتصاد کشور از جمله بخش خصوصی به شماره افتاده آقای زنگنه وزیر نفت هم گفته که حتی قیمت نفت اگر نصف هم بشه ما تولید میکنیم و به ریختن نفت به بازار ادامه خواهیم داد البته نصف وضع فعلی میشه بشکه 20 دلار که در مرز اعدادی قرار میگیره که قیمت تمام شده نفت باید محسوب بشه موضوع دوم اینکه روزنامه شهروند در گزارش آماری و تحقیقاتی اعلام کرده که در ده سال گذشته 420 هزار دختر زیر 15 سال ازدواج کردند یعنی سالیانه بیش از نزدیک به دو هزار کودک به ازدواج درآمدند آیت الله دست غیب روحانی عضو مجلس خبرگان و از پشتیبانان جنبش سبز هم که مورد حملات زیادی قرار گرفته طی نامه مفصلی به نقد شورای نگهبان پرداخته و گفته جز نظارت استثوابی شورای نگهبان جز خفقان و استبداد چه نتیجه ای داشته او همچنین به درستی مطرح کرده که اگر کسی از شورای نگهبان شکایت داشته باشه یا از قوه غذایی یا از سپاه یا از رادیو تلویزیون و غیره باید به کجا مراجعه بکنه در واقع به زبان دیگه رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری امکان پرسش و سوال و انتقاد از اونها وجود نداره احمد جیاری از فرماندهان بسیج که به سوریه اعزام شده بود در جبهه لازقیه توسط داعش کشته شد موضوع سوم این که روزنامه واشنگتن پست نامه ای رو از دویست فرمانده سابق نظامی منعکس کرده خبرش رو داده که طی اون مخالفت خودشون رو با توافق ای با ایران اعلام کردن قبلا سی فرمانده نظامی موافقت خودشون رو اعلام کرده بودند. هر دو طرف هم استدلال هاشون بر اساس امنیت ملی امریکا و نتایج این توافق ملک سلمان پادشاه سعودی هم اعلام شد که چهارم سپتامبر در واشنگتن با آقای اوباما دیدار خواهد کرد موضوعات یمن، سوریه و ایران در دستور این مذاکرات قرار داره آقای آدم زوبین معاون اداره خزانداری امریکا در امور اطلاعات و تروریزم هم آزم اسرائیل هست امروز تا مقامات اسرائیل رو در جریان بگذاره و بلکه موافقت اونها رو با توافق هستهی جلب بکنه اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران در پارچین سایت نظامی پارچین مشغول ساخت و سازه موضوعی که نماینده ایران در آژانس اون رو مزهک خونده و گفته برای ساخت و ساز در آژانس ما احتیاج به توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی نداریم برای ساخت ساز در پارچین قبلا آقای ظریف گفته بود که کار جاده سازی در اونجا در جریان به هر صورت آژانس نگرانی خودش رو اعلام کرده پارچین از جاهایی است که باید مورد بازدید قرار بگیره آقای مونیز وزیر انرژی امریکا گفته که بازرسی از ایران تا ابد ادامه مییابد و آقای آمانو گفته که ایران تعهداتی فراتر از الحاقیه امپیتی رو پذیرفته هر دو نفر به نوعی درست میگن البته اونچه که ایران تا ابد پذیرفته نیست که هرگز سراغ بمب اتمی نره و البته بازرسی های طولانی مدتی که تا 25 سال هم زمان داره و اونچه که آقای آمانو هم میگه درسته تعهداتی مثل اینکه ذخایر ایران هیچگاه بیش از 300 کیلوگرم نشه عملا فراتر از الحاقیه ان پی تی است بر صورت قرارداد وین یا برنامه جامعه اقدام مشترک به نوعی است که پاره بخشای اون ناقض استقلال ایرانه و به برای حفظ 5060 سنتریفوژ عقب افتاده بی خاصیت تعهداتی رو پذیرفتند که تقریبا بی و عملا میشه گفت دست سازمانی خارجی مثل آژانس رو برای سالها در معدن و صنعت و تجارت ایران باز میکنه و کشور ما رو تحت کنترل قرار میده موضوع چهارم این که دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه به خبرگزاری ریانوستی گفته که امضای قرارداد اس 300 دفاع موشکی 300 برای سال 2015 نیست و یک بار دیگه هم تکرار کرده که ایران از شکایتش برای دریافت قرامت صرف نظر بکنه تا بشود یک قرارداد جدید بسته بشه در حالی که وزیر دفاع ایران گفته تا آخر امسال اس به ایران تحویل خواهد شد مدت هاست روس ها با این مسئله دفاع موشکی S 300 که عملا هم عقب افتاده هست بازی می کنند و ایران رو هم بازی میدن پول ایران رو هم گرو گرفتند خوردن در واقع گرونتر از حتی زمان خودش به ایران این سیستم رو فروختند و تحویل نمیدن و هرگاه که میخوان با آمریکا یا یا اسرائیلی ها بکنن مسئله S300 رو مطرح میکنه وزیر خارجه عربستان آقای عادل جبیر هم اعلام کرده که هیچ جایی برای اسد در آینده سوریه وجود نداره و به این ترتیب آب پاکی رو ریخته روی دست کسانی که میگفتند ممکن است فوربول هایی با حضور اسد بشه درست کرد تایم ترکیه ترک تایم هم اعلام کرده که یک هیئتی از داعش به ریاست آقای ابو حمزه البغدادی به آنکارا رفته و صحبت کرده که شاید دفتر داعش در ترکیه باز بشود موضوعی که البته بسیار عجیب و بعید به نظر میرسه اما موضوع آخر اینکه جناب محسن رضایی فرمودند که انحصار طلبیه غرب را در تجارت جهانی به زودی خواهیم شکست اندک سفر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی